خیال نکن آقا محسن، به سر و زور زن بچه هم بلند شدم اومدم اینجا، همه چی تموم میشه. دو تا دستم بزنیم و یه مبارک باد بگیم و همه چی توت میشه بیرم. بعدم شنیدم که حسابدار استخدام کردی همه چی در بیاره. یعنی هنوز تو اون حساب کتابا آقا حسابدارت به اسم شانس پسرت بر نخورده؟ خودت زدی به اون راحت حسابی؟ تو اگه اونی که ادعا میکنی هستی، اول جلو خونه خودتو جارو کن، بعد جلو خونه همسایتو. سعید بس کن دیگه. اینو بدون که شازده پسرت آقا امیر از تک به تک این حساب کتابایی که تو میگی دوستیه خبر داشت، خبر داشت. آره بستم گفت ماما بده من اونو، بده من واسه چی نگاه میکنی اعصاب خودتو خراب میکنی؟ اه من یه فیلمو پاک کنم اصلا خیال همه راحت شه. اه ماما، مامان جان خوبی؟ سرم داره میترکه، روم نمیشه تو چشمای آقا محسن و منیره نگاه کنم. ما که برای این دوتا بچه جشن مفصل نگرفتیم، به اصرار من راضی شدن به یه دور حرمی، اونم توی رستوران. که بابات اینجوری که سعیدن هسته، من اصلا باورم نمیشه هنوز. ماما ماما چیکار میتونیم بکنیم؟ یه خودت ناراحت نکن قربونت برم، بیا این خورده آب بخور حال جا بیار. بیا ماما جا. هر وقت بابات سکوت میکنه و هیچی نمیگه، اون موقع است میفهمم که قراره یه کارایی بکنه. آخه مگه میشه آدم یه پسر داشته باشه باش اینجوری رفتار کنه؟ یه عروسی براش نگیره این تا آخر عمر تو دلم میمونه. سلام. من هی بهت گفتم بیخیال شو، قید این مهمونی رو بزن، خودت اصرار کردی. حالا قربونت برم خودتو از بین میبری فردا جان. بیا یکم آب بخور مامان خوشگل. آقا محسن آبرو داری کردی، چی بهش نگفت از رستوران زد بیرون. هر کسی دیگه ای بود آبرو حیثیت براش نمیذاشت، شش تا بارش میکرد. چی شد؟ حالا وقتی پنچر شدن بود، حالا دیگه بیخیال شو، فایده ای نداره. حالا هی قصه بخوری چی میشه مامان؟ حالا یه فکری با هم دیگه میکنیم، یه جوری از دلشون در میاریم. باشه مامان، بگو را بیفته بره دیگه، بذار کارش تموم شه. مامان جا ظاهران تموم شد دیگه مامان جان. خانم خیلی ببخشین اگه گیر شد. خدا ببخش، فقط زود دیگه را شب زندگیمون سر هیچی خراب شد. ناراحت نباش دیگه، من بیشتر ناراحت بابام هست. میدون اما پدر شما انقدر آدم عاقلیه که خودش قطعا پیش بینی این رفتار پدر من کرد. چرا نگفتی؟ نمیخواستم ناراحتت کنم.
آخرش که چی؟ بالاخره که باید میگفتی. آقا سعید که اومد پیشت؟ همون شبی که اومدم خونه میخواست راهی میکنه برم بازرگان. بازرگان؟ آره، بهم گفت بابک مرده و باید بری ترکیه. منم باور کردم. عجب مارمولکیه. پاک بیابرو شدی میشه بابا. بعد خودت بهش میگفتی زودتر. میخواستم بگم، صد بار میخواستم بگم، هر دفعه یه موضوعی پیش میامد که نمیشد. البته انگار خود بابا فهمیده بود، یه جوری از رفتارش میشد فهمید. خیلی هم مهم نیست، تفلکی اسرا. خیلی بیرحمه این سعید، خیلی بیرحمه. حالا دارم براش، بشین تماشا کن. نمیر بیخیال، اینجور آدم ها رو خدا خودش خوب میذاره تو کاسش. ازشون تشکر کنم، بگم ممنونم که سربلندم کردین. بیا باشون حرف بزن. علیرضا بچه هم فردا باید برگرده دوباره زندان. لا 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 لا. بیا باشون حرف بزن، باشون مهربون باش، بسار مثل گذشته زیر بالا پرید باشم. ببخشیم بابا، ولی من چند بار میخواستم راجع به این قضیه بهتون توضیح بدم، ولی هر بار یه موضوعی پیش میامد که نمیشد. دست توجیه ندارم، شرمندم بابا. بابا ببخشید. امیر، من نمیدونم بعد از این تو چجوری میتونی تو چشای اون فرباد نگاه کنی. علیرضا، من در مورد همه چیز میتونستم فکر بکنم جز این مورد. چطور تونستی به من دروغ بگی؟ ببخشید بابا. اگر خواهش مادرت نبود تا آخر عمر توی چه هیچ کدومتون نگاه نمیکرد. حق داریم بابا. الانم برو پیش زن و بچت. چشم. ببینم فردا صبح چه ساعتی باید اونجا باشی؟ 8. خیلی خوب، برو. شب بخیر. با تو کار دارم آرا، تو هم برو تو اتاقت. Thank you.
نتونیم ازش نگهبانی بکنیم، نتونیم ازش پاسداری بکنیم، دیگه اون زندگی مرام نیست میکنه. من چند سال تو سخت‌ترین شرایط دور از خانواده به خاطر اعتقاداتم جنگیدم، بسیاری از دوستانم شهید شدن و من نمیتونم با اونا باشم. میخوام کمکم کنی که اگر لازم شد که من تصمیم سختی بگیرم دیگه از آن وجدان نداشته باشم. قربانم غیر از ما کسی بودم. عباس جان، من امانت دار خوبی نبودم، من ببخش. ایشون کیه؟ پویا، دست راسته بابا. خب چیکار داره؟ خدا به خیر بگذار تو بشین پیاده نشی. ها چی شده؟ به این که یه روز مورد توجه همه بودی دلخوش نباش. تیتر اول روزنامه‌های امروز کاغذ باطله‌های فرداست. از این رو برات متاسفم پسر آقا جون، نمیتونی بری تو. آقا جون دستور دادن اون ماشینم ازت بگیرن، کلید آپارتمانم بده. کار خودشو کرده ها؟ آره. باش شما برو، من خودم فردا میام. کلید ماشین، کلید خونه، هر چی که داده بهش میدم. الان زنم با هم درک میکنه. خب برو دیگه. شرمنده ام. در واقع من دنبال این پرونده ام. آقا جون دستور دادن همین امشب ازت بگیرم، کلید آپارتمانم بده. زدی رو اوتو دیگه، بهت برنامه میدن اینش رو باید انجام بدی. آره. مرغی که انجیر میخوره تو کش کجه. برو بردار بیا. برو. چی شد؟ اومده میگه بابا گفته کلید ماشین و کلید خونه رو ازش بس بگیر. حالا؟ آره شرمنده. اشکال نداره. آسمونو چجوری دلش گرفته؟ بعید نیست بباره. بریم خونه ما؟ نه. چرا؟ درست نیست، ناراحت میشه. بالاخره که میفهمم.
اسرا جان، امشب به اندازه کافی خانوادت ناراحت شد. پس چی کار کنیم؟ شاد اومد، بالاخره نگفتی کجا باید برم. بی زحمت بریم یه هتل. هتل؟ کدوم هتل؟ یه هتل همین نزدیکی ها، فقط خوب باشه. باشه چشم، باشه چشم. سلام برو. سلام، خوش آمدی. یه اتاق میخواست. برای چند شب اقامت رزرو داری؟ فعلا نمیشه. شناسنامه‌تون رو لطف کنی؟ بله. شناسنامه‌تون؟ معذرت میخوام، نیست که همراهمون نیاوردی. ببخشید، لازمه برای رزرو. قربونت برم، معلومه ما امشب مراسممون بوده دیگه. مبارکتونه، اما جسارتا لازمه. درک کن. ببخشید. چی کار کنی حالا؟ شناسنامه فکر کنم پیش مامانه. این هم میگه بدون شناسنامه نمیشه. بذار زنگ بزنم. سلام آمان، خوبین؟ ممنون، خوبه، اسرام خوبه. ببین، شناسنامه من اسرام پیش توه؟ زحمت بکش، الان برات یه آدرس پیامک میکنم، بفرست بیاد. نه بابا، چیزی نشده، نگران نباس. قربانت، خداحافظ. سعید جان، چطوری؟ خوب نیستم، روزام بریخته. چرا، چی شده؟ همه چی به هم ریختم، مجلس عقد کنون بچه‌مو به هم ریختم. مگه قرار نشد آروم باشی؟ من آروم بودم، اون نذاشت، اومد رو مخم، نتونستم تحمل کنم. منم قاطع زدم، همه چی به هم ریختم. ای داده بیداد. با این آدم اصلا نمیشه دو کلم حرف زد، دو قدم راه رفت. خیمه زده رو زندگی بچه من. بچه من آلا خون والا خون کرده. تمام زندگیمو به هم ریخته. سعید جان، زن بچه آدم همینه دیگه. وفا نداره. زندگی من یادته. زنم تمام دار و ندارم و برداشت برد، دنبال زندگی خودش. ناسلامتی یه موقعی زن شوهر بودیم ما با هم بود. تو عادت داری تنهایی بازی کنی؟ آره، حسنش میدونی چیه؟ حداقل خودم به خودم میبازم. حسن تنهایی اینه. بازی میکنی؟ سوال خوشی ندارم. درستی که از ارث و میراث محروم شدی، اما این خیال هم نیست، چون در عوضش تو رو دارم. پشیمون شدی؟ چه حرفی میزنی؟ شاید قسمت بوده که مستقل بودن از امشب شروع کنیم. آخه دقیقا از شب عروسیمون؟ درست از شب.
مامانه، چند بارم زنگ زده. میخوای جوابشون دادی؟ خب ندم که نگران میشن. خب حداقل نگو چرا. دروغ که نمیتونم بگم. تو نپرسیدن. الو. سلام مامان. خوبم. نه بابا ناراحت چی؟ سلام آزاد جانم، سلام میرسونم. بله رسیدی. چشم. چشم، شما مراقبت کن. خداحافظ. خوب بودم؟ سلام رسیدی. آقای مفخم. بله. تشریف بیارید رستوران. شب بخیر آقا سپهران. به به. آقا پویای خوشتی. چاکر آقا. چطوری؟ عالی. این گل قالی. استوک تو عشق آقا سپهران. درست نمیشد. چه خبرها؟ سلامتی. خبرها پیش شما. من والا بی خبرم. من از بی خبرای عالم. خدا نکنه آقا سپهران. پویا. ارادت آقا جون. چیکار کردی؟ تو جیب آقا هم کلید خونه رو ازش گرفتم هم ماشینو. گیج بازی در نیار. افشاره میگم. آها. اونو که آقا آمارشو در آوردم. رفته استانبول. خب نپرسیدی کی برمیگرده؟ بگم اونم جیم زده آقا. تو از کجا میدونی؟ در واقع حدس میزنم. حدس میزنی که رفته یا اینکه مطمئنی؟ آقا شما یه جوری با آدم حرف میزنید که مطمئنم باشه نامطمئن میشه. مطمئنم آقا جون. چیزی رو که مطمئن نیستی به زبون نیار. اینو بفهم. چشم آقا جون. کلیدارو چیکار کنم؟ سند زمین های ربات کریم پیش اونه. سنده رو چیکار کنه؟ من اون سنده رو میخوام. حالته؟ البته اگه تا الان آبش نکرده باشه. هرچند اون یه سری فک و فامیل داره، اونا رو برام پیداش میکن. پیداشون میکنم آقا جون. او چشم آقا نفهمیدید کلید رو چیکار کنم. بذارشون رو میز برو. خدمت آقا جون. اوامری باشه. بیا جونم آقا. تخ آقا جون. آقا سپهران گود نایت. شب بخیر آقا بویا. سعید سندا پیش منه. پیش توه؟ آره. سندا پیش تو چیکار میکنه؟ یادت رفته دیشب؟ من نگفت پیگیر باشم. پیگیرم دیگه. مرد سوی من نبودم تو الان هاپولی کرده بود همه رو. الان رفته کانادا. 4-5 نفر دیگه هم دنبالشه. چرا انقدر به هم ریختی؟ نگران نباش. حلش میکنم. چرا قبل از اینکه بیاین اینجا چیزی به من نگفتی؟ نمیخواستم ناراحت بشی. یعنی چی؟ تو بچه منی، بزرگت کردم، خوب میشناسمت. تلفن که زدم از صدات فهمیدم که یه اتفاقی افتاده. شامتونو که خوردین پاشین برین سر خونه زندگی خودتون. مامان نداره. حالا بابات یه حرفی زده، جدی که نبوده. مدیر این هتل یه آدم غریب است. برام اینجا جشن گرفت. وقت بابا شب عروسی بچهش عروسشو به هم زد. بعد میخوایی برگریم تو خونه؟ نه خیر، با خودمون فردا میریم به مال خونه. اگه خونه پیدا کردم به این راحتیه مادر؟ لج نکن قربونت برم. جلو فک و فامیل آخه چی بگیم؟ آبرو حیثیتمون میره. در ثانی آدم پدرش این همه خونه داشته باشه بعد بیاد هتل؟ کدوم فک و فامیل؟ شما سالی یه بارم نمیبینید همون. ببینم به مامانت هم گفتی؟ نه هنوز. خوبه. به خدا من شهر بندتم. چه حرفیه مامان؟
انشالله که بتونم جبران کنم. چیکار کنم دیگه؟ ماما جانم شناسنامه همین امشب ها؟ خب؟ عروسیتون مبارک. شد حالا یه چند لحظه دیگه تموم میشه. بچه ها خوابیدن؟ تا چند دقیقه پیش که پایین بودن. آره فکر کنم رفتن خوابیدن. رسید زنگ زدی و از سار رسیده بودن؟ آره فضل جام زنگ زدن رسیده بودن خونه. خب خدا رو شکر، خدا رو شکر که بالاخره اینا با هر مکافاتی بود رفتن سر خونه زندگیشون. آره تفلکی ها خیلی اذیت شدن ولی خدا رو شکر به خیر گذشت. امیر امیر کاش وقتی که سعید این قضیه رو مثل پودکی کوبی تو سر من قبلش امیر بهم میگفت، خودش بهم میگفت. من بچم رو میشناسم، پاش لغزیده همین. هنوزم باورم نمیشه مونیزه. به نظر تو کجای کار ما اشتباه بوده؟ تو چرا همه چی رو به خودت میگیری؟ چرا فکر میکنی تو مقصری؟ من مقصرم؟ امیر که بچه نیست، تو مقصر نیستی. هستم مونیزه، هستم. مسئولیت این بچه ها با ماست. اینا هر خطایی که بکنن اول از همه به پای ما نوشته میشه. من برای امیر وقت کم گذاشتم. این بچه موقعی که داشت شکل میگرفت من نبودم. من از امیر غافل شدم. من خودم نمیبخشم. خیلی خوب، بهش فرصت بده، بهش فرصت بده جبران کنه. چطوری میخواد جبران؟ محسن، امیر بچگی کرده، خامی کرده، جوونه، زیر پاش نشستن. این بچه ها سر سفره ما بزرگ شدن، زیر سایه من و تو قد کشیدن. این همه مدت تو این همه عدد و رقم داشتم دنبال رد خلاف میگشتم، غافل از این که خلافکار اصلی بیق گوش خودمه، تو آستینمه، تو خونه خودمه. منیره، من بهش شک کردم ولی چشامو بستم. من کور شدم، کور شدم منیره. دورت جون آروم باش، صداتو میشنون. محسن بهم قول بده، بهم قول بده بچه همو تنها نمیذاری، مثل قبلا زیر پر و بالشو بگی. کمکش کن، کمکش کن تو این جهنمی که افتاده بیاد بیرون. بگم این بابای لجباز رو یه دندت رو چی کار نکنه. مادر جون دیگه هتل بهتر از این نبود بری؟ چی اومدی؟ همین امشب اینجاییم دیگه، گفتم از فردا میرم دنبال خونه. بازم داری حرف خودتو میزنی یا من بابا تو راضی میکنم مادر؟ ماما نه لطفا. یعنی چی؟ ببین لنگه بابات لجباز رو یه دنده ای. ماما نمیشه. مادر من چرا نمیشه؟ این دفعه فرق میکنه. ببین خودت هم خوب میدونی رو حرف بابا نمیشه حساب کرد.
گفتم که این دفعه فرق میکنه، من باش حرف میذارم راضیش میکنم. آره بابا اصلا چیزی فرق نمیکنه. از دست تو. بعدشم اصلا گیری من راضی شدم. اصلا کوتاه نمیاد. حالا هم که رو پای خودم وایسادم احساس میکنم خیلی باحاله. خیلی بهتره. چی بگم والا مادر؟ میگم قدر این دختر رو بدون. خیلی به پات ایستاده ها. میدونم. این درم نگاه خراب نگاز میشه. ممنون مادر جان. مراقب باش. مرسی. خیلی خوش آمدین. رستورانمون طبقه اوله، ساعت 3 صبح از 7 صبح تا 1 رو به 10. پذیرش هم صفر امری داشته باشین در خدمت. دست شما درد نکنه. اگه دست من خواهش می‌کنم. بفرمایید شما چه کار خیلی خوب. عجب شبی بودم شب. خوبی؟ کاش میشد نری. چاره ای ندارم، باید تحمل کنی مریم جان. یه روزایی میرسه که وقتی یاد این روزا میافتی کلی خوشحال میشی، چون که با تمام تلخیاشون بالاخره تموم شد. من رو کن مریم، من رو ببین کوچولومون چی کار میکنه. کم طاقتی، اونم این مامانش کم طاقته، طاقت دوری باباشو نداره. آخ که نمیدونی چقدر دوستتون دارم. میدونم. اون چی؟ منم میدونم. خیلی که تنها نمونی. نه، طفلی اسرا همیشه پیشمونه. اونم که دیگه فردا نیست. کاش عروسیش خراب نمیشد. آره امشب خیلی دلم برای خواهرم سوخت. حالا باز خدا رو شکر رفت سر خونه زندگیش. خدا رو شکر. بابا میگفت بابک انگشتش رو تکون داده، این یعنی که ممکنه همین روزا به هوش بیاد. امیدوارم. میدونی علیرضا، من واقعا نمیتونم تنهایی با این بچه. من فقط میخوام تو برگردی و همیشه کنارم باشی. برمیگرد. خسته ای؟ نه. چشات برو خوابه. نه، میخوام تا خود صبح نگاهت کنم و باهات حرف بزنم. میتونم با کوچولوم حرف بزنم؟ نه اونم خوابش میاد. نمیشه بیدارش کنی. Thank you.
مخفی باش. درست میشه سنا. دیر بابا شهر رزا کجا شما؟ این نفذی باش خدافزی کن. برمیگرده بابا جان برمیگرده. مریم جان برو بریم. بریم 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 بریم. بله. ممنون. چه خبر از آقا بابک؟ همونطوری. انشالله همین روزا به زودی خبر خوبی بهتون بزنم. انشالله. دیگه ببخشید دیگه خانم، چند روز گرفتار مراسم دخترم بودم نتونستم بیام. بله خانمتون گفتم. مبارکه. آقای تاجیک، من به حسابداری گفتم که جز خودم برای حساب کتاب بابک با کسی حرف نزنم. چه حرفیه خانم؟ اتفاقی افتاده؟ سلام. روز بخیر. لاستیک ماشین پنچر شده. غلط کرده پنچر شده. ببینم. زنگ زدم امداد خودرو. حالا دیگه پیداش میشه. رفتیم رو میخ بانو. میخ کجا بود؟ تو این خیابونا تا دلتون بخواد پره میخه. برای امداد خودرو الان دیگه پیداش میشه. اوه تا امداد خودرو برسه میدونی چقدر طول میکشه تو این برهوت؟ نه میرسه الان. نه بابا من خودم براتون آسیم بالا میزنم. ممنون. ببین نداره آسیم بالا میزنم. فقط کافیه این صندوق رو بزنیم بالا. دقیقا روزی که کلی کار داشته از دست این میخواه. سلام. سلام. خسته نباشی. نه نه میام یه مشکل کوچیک برام پیش اومده. ازشون عذرخواهی کنید بگید منتظر باشن حتما خودم میرسونم. ممنون. بچه رو زپاس هم نداریم بانو. مگه میشه؟ فعلا که شده. متاسفانه منم ندارم که خدمتون ارائه کنم. پس باید صبر کنیم که امداد خود رو برسه. نه اینطوری طول میکشه و وقت کارتون عقب میفته. اما اگه موافق باشید من یه پیشنهادی دارم خدمتون. بفرمایید. من سویچ ماشین خودم رو خدمت شما تقدیم میکنم. دندش هم اتوماته. شما با ماشین من تشریف ببرید به کارتون برسید. من در اسرع وقت پنچری ماشینتون میگیرم در به منزل تحویل شما میدم. نه ممنون زحمت نمیدم. نه تعارف نفرمایید بانو. الان که وقت تعارف نیست. فقط جسارتا عذر میخوام. دند اتومات بلدین؟ اگه ایرادی نداره. تقدیم به شما. ممنون. پس با منشی شرکت هماهنگ میکنم، سویشتون رو میدم بهشون، ماشینم تحویل شرکت بده. بیبی نداره، من در خدمتی. خدا نگهدار.
بانو بانو کیفت؟ تشکر. لوکیشن و آدرس یادتون نره. ممنون. حتما. مرسی. خدافظ. دیوس. بله همینطوره. میتوانی شکایت کنی که گلهای روز خار دارند، یا میتوانی خوشحال باشی که خارها گل روز دارند بانو. تقدیم با مهر خدمت شما بانو.